خط مهمترین خبرها. ابهام ماهیتی در اسناد فاش شده آمریکا در رابطه با افغانستان. امارت اسلامی با جعلی خواندن اسناد فاش شده آمریکا آن را دشمنی آشکار آمریکا با افغانستان می داند. برای آمریکا و متحدین قدرتمند آمریکا تهدید داعش تحت صفر است. از تعامل سیاسی تا تأکید بر عملی شدن موافقت نامه تاریخی. وزیر امور خارجه ایران گفته است برای حصول حق آبه رود هیرمند همه گزینه ها در دستور کار قرار دارد. طالبان می خواهد به خاطر روابط خوب دیپلماتیک از او مراحل و قواعدی که در وقت جمهوریت برایشان تصمیم گرفته شد شاید صرف نظر نماید. از اظهارات ناسنجیده تا واکنش های گسترده، یک عضو مجلس نمایندگان اروپا میگوید در رابطه با برسمیت شناخته شدن امارت اسلامی حتی نباید فکر کنیم. نو در رقم غونده کولای شی چی در افغانستان ستونزو تا یو پای ترکه که خودر شی. و پاکستان در یک قدمی کودتای نظامی. نخست وزیر پیشین پاکستان از احتمال کودتای نظامی در این کشور هشدار داده است. درود و مهر بر شما. من طیبه صدیقی هستم و شما هم بیننده این ساعت خبری با من از یک هستید. امروز دوشنبه برابر است با 4 صفر سال 1402 خورشیدی. مشروع خبرها. امارت اسلامی اسناد محرم فاش شده آمریکا را جعلی خوانده و نشر گزارش واشنگتن پست در رابطه با این که افغانستان بار دیگر به میدان هراس افغانی و مرکز هماهنگی مهم برای داعش مبدل شده را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در توییت گفته که نشر همچو گزارش ها نشان می دهد که بعض آمریکایی ها هنوز هم از دشمنی با افغانستان دست بر نداشتند. اخیراً روزنامه واشنگتن پست با نقل از اسناد فاش شده آمریکا گزارش داده که افغانستان بار دیگر به میدان هراس افغانی و مرکز هماهنگی مهم برای داعش مبدل شده است. بر بنیاد گزارش این روزنامه، ارزیابی‌های سری وزارت دفاع آمریکا نشانهایی را در سراسر اروپا و آسیا برنامه‌ریزی می‌دهد که داعش قصد دارد حمله کرده و توطئه‌هایی را در برابر آمریکا انجام دهد. جعلی خواندن اسناد فاش شده وزارت دفاع آمریکا از سوی امارت اسلامی. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در توییت نشر گزارش واشنگتن پست در رابطه با مبدل شدن افغانستان به مرکز هماهنگی داعش و میدان هراس افغانی را رد کرده و این اسناد را جعلی خوانده است. آقای مجاهد بار دیگر تاکید میکند که امارات اسلامی بر تمام بخش‌های کشور کنترل داشته و به هیچ کس به ویژه داعش اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان در برابر کشور دیگر استفاده کند. سند جلی رسانه‌ای شده به حواله وزارت دفاع آمریکا بخش از پروپاگاندا دوامدار می باشد. ما این ادعاها را به گونه جدی رد می نماییم. افغانستان به سطح منطقه به یک کشور با امن تبدیل شده. ایده سعید فطر امسال نمونه بهتر آن است که در تمام کشور هیچ کدام رویداد امنیتی نداشتیم. در همچی یک مقطع زمانی پخش ادعاهای بی‌مسئولیت و خودساخته کار حلقات استخباراتی می باشد. امارت اسلامی بر تمام کشور کنترل کامل دارد و به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان در برابر امنیت کدام کشور دیگر استفاده شود. به ویژه گروه فتنگر داعش که سخت کوبیده شده و در حالت نابودی می باشد. پخش همچو گزارش های مغرضانه نماینگر آن است که بعضی حلقات آمریکایی هنوز هم از دشمنی با افغانستان دست بردار نشدند. اخیراً روزنامه واشنگتن پست در گزارش گفته که اسناد فاش شده آمریکا که به دست این روزنامه رسیدن نشان می‌دهد که افغانستان بار دیگر به میدان هراس افغانی و مرکز هماهنگی مهم برای داعش مبدل شده است. داعش یک تهدید واقعی بزرگ برای مردم افغانستان و احتمالاً به بعضی کشورهای همسایه منطقه دارای ساختارهای نسبتاً ضعیف هستند. اما برای آمریکا و متحدین قدرتمند آمریکا تهدید داعش در حد صفر است. اگه واقعی هم رخ بده در آینده منصوب به داعش خواهد بود و سرنسازی خواهد بود. نگرانی های کشورهای منطقه و فرامنطقه از حضور گروه هراس افغان در خاک افغانستان رو به افزایش است. ثبات و امنیت در افغانستان
یکی از مولفه ها و مسئولیت های نهادهای استخباراتی و امنیتی امارت اسلامی است، باید در کشف مراکز و سرکوب گروه عراس افغان به شکل متحدانه با کشورهای منطقه اقدامات لازم را روی دست بگیرد. بر بنیاد گزارش این روزنامه، ارزیابی های سری وزارت دفاع آمریکا نشان می دهد که داعش قصد دارد حمله هایی را در سراسر اروپا و آسیا برنامه ریزی کرده و توطئه هایی را در برابر آمریکا انجام می دهد. داعش در حال توسعه یک مدل مقرون به صرفه‌جویی برای عملیات های خارجی است که بر منابع خارج از افغانستان عاملان در کشورهای مورد هدف و شبکه های تسهیل کننده گسترده متکی است. سازمان های این مدل به گونه احتمالی داعش را قادر می سازد تا بر موانع غلبه کند، مانند سرویس های امنیتی، کاهش برخی از جدول های زمانی و به حداقل رساندن فرصت های اختلال. هر وقتی که امریکا به خاطر مبارزه با تروریسم صحبت بکنه بدون دلیل و اسناد می باشه و از طرف دیگه اهداف کلان سیاسی و اقتصادی خود را در اوج دنبال میکنه و ظاهرا این برای مردم میگن که برای جامعه مدنی امریکا و جامعه مدنی جهانی که امریکا در فکر مبارزه با تروریسم در افغانستان است و اصلا اونا به خاطر گسترش امریکا به خاطر زمینه‌سازی گسترش حزب‌بینی خود در داخل افغانستان بحث تروریسم را یک بهانه تلقی میکنه که تا بتانه به اهداف کلان سیاسی خود برسد. گروه های متعدد تروریستی که به اساس استراتژی استخبارات منطقه در افغانستان حضور دارند شرایط را برای فعالیت داعش که خطرناکتر است آماده ساختند. نگرانی کشورهای منطقه و جهان از آن است که در مبارزه علیه این گروه از تکنولوژی لازم و تدابیر معینه کار گرفتن نمی شود. همان است که نگرانی روز تا روز افزایش می یابد. در گزارش واشنگتن پست همچنان آمده است که اسناد فاش شده به حمله هایی که جلو آن گرفته شده نیز پرده برداشته و در اسناد آمده که داعش قصد داشته که بازی های فوتبال جام جهانی قطر در تابستان سال پار سفارتخانه ها، مرکز های بازرگانی و کلیساها را هدف قرار دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که مقام های امارت اسلامی برخلاف مقام های حکومت پیشین افغانستان بر حق آبه ایران اعتراف و تاکید دارند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر امور خارجه ایران گفته که در 1.5 سال پسین در نشست های زیاده با مقام های حکومت سرپرست موضوع حق آبه ایران از رود هیرمند را به گونه جدی دنبال کرده و از آن چشم پوشی نخواهد کرد. از سوی هم آقای عبداللهیان تأکید کرده که به تلاش های خود از راه های دیپلماتیک ادامه داده و به گفته او برای حصول حق آبه ایران از رود هیرمند همه گزینه ها در دستور کار آنان قرار دارد. صفی ناصری جزئیات می دهد. تلاش های ایران برای به دست آوردن حق آبه از رود هیرمند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که مقام های امارت اسلامی برخلاف مقام های حکومت پیشین افغانستان بر حقابه ایران اعتراف و تأکید دارند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر امور خارجه ایران گفته که در 1.5 سال پسین در نشست های زیاد با مقام های حکومت سرپرست موضوع حقابه ایران از رود هیرمند را به گونه جدی دنبال کرده و از آن چشم پوشی نخواهد کرد. مقام های حکومت سرپرست افغانستان برخلاف مقام های حکومت پیشین افغانستان بر حقابه ایران اعتراف و تاکید دارند. در 1.5 سال پسین در نشست های زیاد با مقام های حکومت سرپرست موضوع حقابه ایران از رود هیرمند را به طور جدی دنبال کردیم و از آن چشم پوشی نخواهیم کرد. از سوی هم آقای عبداللهیان تاکید کرده که با تلاش های خود از راه های دیپلماتیک ادامه داده و به گفته او برای حصول حقابه ایران از رود هیرمند همه گزینه ها در دستور کار آنان قرار دارد. امارت او ایرانیان سر نژدې سوی دي، کندهار او تهران سر نژدې سوی دي. او زه دا فکر کوم چې ایرانیان په دې سوچ کې دي، په دې فکر کې دي چې کولای شي له افغانانو څخه نور هم زیات امتیازات ترلاسه کړي، ځکه ایرانیان تر ډېره حده پورې زه فکر کوم چې داسې یو فهم ترسېدلی دی چې افغانان منزوي دي، طالبان منزوي دي،
او په دې حالت کې د ډېر چنو توان نه لري، نو لهذا کولای سي چې د طالبانو څخه زیات امتیازات ترلاسه کړي. همزمان بر بنیاد گزارش های رسانه های ایرانی، شماره از باشندگان سیستان این کشور به عدم دریافت حقابه از رود هیرمند اعتراض کرده و خواستار پیگیری حقابه هیرمند بر بنیاد معاهده سال 1351 و اصلاح بند کمالخان و جلوگیری از تکمیل بند بخش‌آباد روی فراه رود شدند. طالبان میخواهد به خاطر رابط خوب دیپلماتیک از او مراحل و توعدی که در وقت جمهوریت برایشان تصمیم گرفته شد شاید صرف نظر نمایند، چون امارت اسلامی با تحریم های زیاد جامعه جهانی و کشور منطقه قرار دارد و میخواهد که رابط خویش را با کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان خوبتر بسازد. کابل و تهران برای تقسیم آب رود هیرمند در زمان موسی شفیق صدر اعظم پیشین افغانستان در سال 1351 خورشیدی یک معاهده را امضا کردند که بر بنیاد آن باید سالانه 817 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند به ایران داده شود. اما پیش از این حکومت‌های گذشته گفته بودند که سالانه چندین برابر بیشتر از توافق آب به ایران می‌ریزد. آنا نیومان عضو مجلس نمایندگان اروپا بعد از اظهارات واکنش برانگیز امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که درباره برسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان حتی نباید فکر کنیم. بانو نیومان در نشست بررسی وضعیت حقوق بشر گفته که بانوان افغانستان از کار، آموزش و تحصیل بی‌بهره‌اند و در آخرین تصمیم حکومت کنونی افغانستان از کار در سازمان ملل متحد نیز منع شدند. هستایی هم امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین کشور گفته های امین محمد را نکوهش کرده و گفته که سخنان معاون دبیر کل سازمان ملل متحد بیان کننده این است که امارت اسلامی واجد شرایط و افراد عادی برای حکومت کردن است. همیرا یوسفی گزارش می دهد. ادامه واکنش ها به اظهارات امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد. هانا نیومان عضو مجلس نمایندگان اروپا بعد از اظهارات واکنش برانگیز امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که درباره برسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان حتی نباید فکر کنیم. بانو نیومان در نشست بررسی وضعیت حقوق بشر گفته که بانوان افغانستان از کار، آموزش و تحصیل بی‌بهره‌اند و در آخرین تصمیم حکومت کنونی افغانستان از کار در سازمان ملل متحد نیز منع شدند. 1.5 سال پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، بانوان در افغانستان از کار، آموزش، تحصیل و پارک منع شدند و در آخرین فرمان طالبان مانع کار بانوان در سازمان ملل متحد نیز شدند. ما درباره برسمیت شناختن طالبان حتی نباید فکر کنیم و خواهان آزادی فعالان مدنی از سوی طالبان شویم. افغان ولس واقعیت نن برس پا انزیوا که ده، خصوصا زموگ تاسو خورانی چنیشی کولای مکتبونو تراریشی و هم در رقم ده کارونو نه هم محروم پاتشی میدی. رو در رقم غنده کولایشی چی ده افغانستان ستونزو تا یو پای ترککی خودلشی و هم در رقم علیاری هم برترا پیداشی. از سوی هم امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهور کشور گفته های امین محمد را نکوهش کرده و در توییت گفته که سخنان معاون دبیر کل سازمان ملل متحد بیان کننده این است که امارت اسلامی واجد شرایط و افراد عادی برای حکومت کردن است. آیا امین محمد حاضر است که کمتر از یک سال از زندگی خود را زیر سایه طالبان سپری کند؟ بنابراین بیان خانم محمد از طالبان به عنوان افراد عادی و واجد شرایط برای حکومت بر یک کشور قربانی شدن ناامید کننده و دردناک است. به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا در پی یافتن یک دستاویز برای شناسایی اداره کابل هست، به دلیل اینکه وضعیت موجود در 20 ماه اخیر بیشتر صدمهش متوجه مردم افغانستان بوده و از سوی دیگر هرگاه اگر ایالات متحده آمریکا امروز اداره کابل را به رسمیت بشناسه، تمامی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دست به کار خواهند شد و وضعیت تغییر خواهد کرد. گفتنی است که نشست سازمان ملل متحد قرار است به تاریخ اول و دوم ماه می در دوحه با میزبانی دبیر کل این سازمان پشت دروازه های بسته برگزار شود که در آن شرکت کنندگان به شمول نماینده های ویژه کشورها در امور افغانستان اشتراک خواهند کرد.
برخی از زنان کارآفرین با برگزاری نمایشگاه سه روزه صنایع دستی در ولایت بغلان از حکومت سرپرست و مردم می‌خواهند که از تولیدات داخلی و ویژه صنایع دستی بنوان پشتیبانی کنند. آنان همچنان از بنوان می‌خواهند تا با پشتیبانی از تولیدات داخلی نسبت به کالاهای خارجی از صنایع دستی بنوان افغان خریداری کنند. مسئولان محلی در ولایت بغلان هم با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نمایشگاه‌ها رشد تولیدات داخلی را برای توسعه اقتصاد کشور سودمند دانسته و از مردم می‌خواهند تا از تولیدات داخلی استفاده کنند. برگزاری یک نمایشگاه صنایع دستی در ولایت بغلان در ادامه محرومیت بانوان از کار، این بار گروهی از بانوان نمایشگاه صنایع دستی را در ولایت بغلان برگزار کردند. در همین حال، شماره از بانوان کارآفرین در این ولایت با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نمایشگاه‌ها، خواهان پشتیبانی از تولیدات داخلی از سوی حکومت و به ویژه شهروندان هستند. در قدم اول خواست ما از بازارایی است که خانما خوبتر است که از صنایع دستی خود افغانستان استفاده کنه، از لباسایش مثلا کار دست افغانا باشه، نه بریم طرف لباسای چین و ژاپن. به نظر ما این بسیار خوب میشه که اینم تو خانما دست به کار شوند، اما تولیدات خودشان به دست خود تولید کنند. خب یک فرهنگ است که فرهنگ خود ما و شما میباشه. خواست ما از مردم معمی است که تا از دیگه کشورها را لباسایش به قدر میتن یا از اونها استفاده میکنن، چرا از فرهنگ خود ما استفاده نکنن؟ چرا دستاوردهای خود ما را رشد نتن؟ چرا به کشورهای دیگر انکشاف نکنن؟ چرا یعنی افغانستان ما قدر نسبت به دیگه کشورها پامال باشه؟ خود ما خیلی دستاوردهای قوی داریم، ما تا از دیگه کشورها جایی داریم که میاین لباسای ما را میبرن، ارزش لباس ما را خیلی. همچنان شماره دیگر از بانوان کارآفرین نقش این گونه نمایشگاه ها را در زمینه رشد فرهنگ و صنایع دستی کشور مؤثر دانسته و از حکومت امارت اسلامی می خواهند که از برگزاری نمایشگاه های اینچنینی پشتیبانی کند. خواست ما دولت امارت اسلامی است که حداقل بر ما زمینی را فراهم بکنه که ما بتانیم همچون برنامه ها را در یک ماه یک بار برگزار شد تا که بتانیم مثلا هم بازاریابی شد برای نمایشگاه و برای شرکت های ما. در همین حال مسئولان محلی در ولایت بغلان هم با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نمایشگاه‌ها رشد تولیدات داخلی را برای توسعه اقتصاد کشور سودمند دانسته از مردم می‌خواهند تا از تولیدات داخلی استفاده کنند. د خپل فرهنګ نه استفاده وکي، د ټولو افغانانو مې دا هیله او درخواست ده چې په ځای د دې چې د غرب یا بهرني هیوادونو نه چې کوم توکي کوم شیان خوراکي مواد یا د لباس په اساس باندې راځي، یوازې د دې چې علاقې نه استفاده کړي، باید خپل افغاني فرهنګ نه او له دغو توکو نه استفاده وکي. با این حال برخی بانوان در این ولایت میگویند پس از ممنوعیت کار بانوان در اداره های دولتی و غیر دولتی در کشور، بیشتر بانوان در این ولایت به تولید صنایع دستی رو آوردند. شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پیشین پاکستان از احتمال کودتای نظامی در این کشور هشدار داده است. آقای عباسی میگوید بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور میتواند زمینه سرنگونی حکومت به دست نظامیان را فراهم کند. هستای هم معاون شورای امنیت روسیه گروه 7 را به فسخ قرارداد انتقال غلات از دریای سیاه تهدید کرد. دمیتری مددف متحد کلیدی پوتین گفت که ممنوعیت صادرات از سوی گروه 7 به روسیه واکنش این کشور را در مورد حساس ترین کالاها برای گروه 7 به دنبال خواهد داشت. در همین حال آمریکا به خبرنگاران روس که قرار بود با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به نیویورک سفر کنند ویزا نداد. لاوروف پیش از سفر به آمریکا گفت که این کار را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم و دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که اسرائیل موازه نیروهای بشار اسد و شبه نظامیان وابسته به ایران را در سوریه مورد هدف قرار داد. جزئیات بیشتر در بسته خبری. نخست وزیر پیشین پاکستان در مورد احتمال کودتای نظامی در این کشور هشدار داده است. شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پیشین پاکستان هشدار داد که بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور میتواند زمینه سرنگونی حکومت به دست نظامیان را فراهم کند.
عباسی که یکی از رهبران حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف است، از تمام حزب‌های سیاسی خواست که برای بیرون رفت از وضعیت با هم گفتگو کنند. او اضافه کرد که بدتر شدن وضعیت و ناکامی نهادها به حکومت نظامی منجر می‌شود. او همچنان افزود پاکستان در گذشته دوره‌های طولانی حکومت نظامی را در شرایط مشابه تجربه کرده است. در واقعیت پاکستان هیچگاه شرایط وخیم سیاسی و اقتصادی فعلی را نداشته است. در وضعیت‌های به مراتب بهتر از حالا نظامیان مداخله کردند. پاکستان برای پرداخت وام‌های خارجی و حل چالش‌های عمیق اقتصادی ناشی از همگیری کووید 19 تا هنوز نتونسته است با صندوق جهانی پول بر سر دریافت قرضه به توافق برسد. عباسی به هرج و مرج سیاسی در جامعه پاکستان اشاره کرده است که به دنبال خلع شدن عمران خان نخست وزیر پیشین از قدرت و چند تظاهرات گسترده به وقوع پیوسته است. او گفت ما در کشور دیگر نیز شاهد هستیم که وقت نظام سیاسی و حقوقی کشور از حل چالش‌ها ناتوان می‌ماند، تدابیر فراقانونی روی دست گرفته می‌شود. عباسی ابراز امیدواری کرد که ارتش گزینه به دست گرفتن حکومت را در نظر نگیرد، زیرا به گفته او وضعیت کشور بدتر خواهد شد. متحد کلیدی پوتین گروه 7 را به فسخ قرارداد غلات دریای سیاه تهدید کرد. دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری پیشین روسیه گفته که اگر گروه 7 صادرات به روسیه را ممنوع کند، این کشور قرارداد صادرات غلات دریای سیاه را فسخ خواهد کرد. این قرارداد حیاتی برای صادرات غلات اوکراین در اواخر ماه هوت گذشته میان نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد تمدید شد. صادرات غلات اوکراین برای بسیاری از کشورهای نیازمند به مواد غذایی وارداتی در جهان از جمله شماری از کشورهای آفریقایی اهمیت حیاتی دارد. آقای مدودوف در کانال تلگرام خود ممنوعیت صادرات به روسیه را ایده احمق‌ها در گروه 7 خواند و افزود که چنین ممنوعیت واکنش روسیه را در مورد حساس‌ترین کالاها برای گروه 7 به دنبال خواهد داشت. دیمیتری مدودوف از متحدان اصلی ولادیمیر پوتین در حال حاضر معاون شورای امنیت روسیه است و ریاست کمیته ناظر بر تولید سلاح‌هایی را بر عهده دارد که در جنگ اوکراین استفاده می‌شود. این مقام قدرتمند دولت پوتین در کانال تلگرام خود همچنان تاکید کرده که در صورت ممنوعیت کامل صادرات گروه 7 به روسیه، معاملات غلات و بسیاری چیزهای دیگر که آنها به آن نیاز دارند به پایان خواهد رسید. هفته گذشته خبرگزاری کیودوی ژاپن به نقل از منابع دولت این کشور گزارش داد که کشورهای عضو گروه 7 در حال بررسی ممنوعیت تقریبا کامل صادرات به روسیه هستند. گزارش‌ها حاکی است که گروه 7 که 7 کشور صنعتی آمریکا، کانادا، ژاپن، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا عضو آن هستند، در حال بررسی تحریم‌ها در برابر روسیه هستند. اگر این تحریم‌ها وضع شوند، صادرات به روسیه به صورت خودکار مگر اینکه در فهرست مشخص از محصولات مجاز برای صادرات به این کشور قرار گیرد. در همین حال آمریکا به خبرنگاران روس که قرار بود با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به نیویورک سفر کنند ویزه نداده است. لاوروف یکشنبه پیش از سفر به آمریکا گفت این را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم. قرار است وزیر خارجه روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت کند. روسیه ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد و قرار است سرگی لاوروف در جلسات شورای امنیت در روزهای 24 و 25 اپریل شرکت کند. وزیر خارجه روسیه در این سفر با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ملاقات خواهد کرد. سرگی لاوروف گفته که آماده دیدار با همتای آمریکایی خود است، اما آمریکا تاکنون به این درخواست پاسخ نداده است. آغاز سفر لاوروف به آمریکا اما همراه با تشدید تنش میان دو کشور است. عدم صدور ویزه به خبرنگاران همراه وزیر خارجه روسیه خشم او را برانگیخته است و تلویحاً گفت که آن را جبران خواهد کرد. لاوروف به این باور است که آمریکا از میزبانی مقر سازمان ملل سوء استفاده می کند. حکومت آمریکا تاکنون توضیحی درباره عدم صدور ویزه به خبرنگاران روس نداده است. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید خبرنگاران تا 40 دقیقه قبل از پرواز سرگی لاوروف به نیویورک منتظر دریافت ویزه بودند. و اسرائیل مواضع شبه نظامیان وابسته به ایران را در سوریه هدف قرار داد. بر بنیاد گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، اسرائیل مواضع نیروهای بشار اسد و شبه نظامیان وابسته به ایران را در تپه قرص النفل در حومه قنیطره مورد هدف قرار داد. بر بنیاد این گزارش، این منطقه که غالبا محل استقرار شبه نظامیان گروه حزب الله لبنان است، مورد هدف آتش توپخانه نیروهای دفاعی اسرائیل قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که هدف یک پست دیدبانی در نزدیکی روستای حزر در 75 کیلومتری جنوب غربی دمشق بوده است. گفته می شود که این مکان پیش از این نیز در ماه آگوست 2022 از سوی نیروهای اسرائیل هدف قرار گرفته بود. تا بامداد امروز گزارش از کشته شدگان و مجروحان احتمالی این حمله منتشر نشد. شبکه اسپوتنیک روسیه نیز در گزارش
گزارش بنقل از منابع امنیتی سوری انفجارها را نتیجه تجاوز اسرائیل توصیف کرد و افزود مقامها در حال ارزیابی خسارت وارده به این مکانها قبل از اعلام رسمی هستند. همچنان گزارش تایید نشده از فعال شدن سامانه پدافند هوایی در اصفهان ایران از سوی شبکه کان منتشر شد. پیشتر ویدیویی نیز در فضای مجازی منتشر شده بود با این توصیه که سامانه پدافند هوایی در نزدیکی پایگاه نظامی در این شهر فعال شده است. اکنون هم آب و هوای کابل و چند ولایت دیگر و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. این بود خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.